پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار، ضمن تبریک فرارسیدن نوروز، سالی را سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی برای شما آرزو دارد. 818-777-777-77 و یا 818-7-7. پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. برای شما سالی مملو از سلامت، خوشی و برکت آرزومندم. دکتر کتایون گوهر، جراح پلاستیک و زیبایی از بیورلی هیلز کازمتیک اند لیزر سنتر، فرارسیدن سال نو را به شما تبریک میگوید. دکتر کتایون گوهر با تجربه فراوان در امر آخرین متدهای جراحی پلاستیک و با استفاده از آخرین تکنولوژی مورد اعتماد ستارگان هالیوود و دوستداران زیبایی هرچه بیشتر. 310-275-4155. سال نو مبارک. من دکتر کتایون گوهر، جراح زیبایی، سال نو رو به تمام هموطنانم در سراسر دنیا تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از برکت، شادمانی و زیبایی برای شما باشه. سال نو مبارک. نوروزتان پیروز. دکتر نادر جوادی، متخصص در درمان بیماری های سرطان و خون، با بیش از 16 سال تجربه و مدیریت هوب هلت سنتر، فرارسیدن سال نو را همراه با آرزوی تندرستی تبریک می گوید. 818-578-6454. دکتر نادر جوادی هستم. نوروز باستانی رو به تمامی هموطنان عزیز در سراسر دنیا تبریک عرض می کنم. امیدوارم که سال جدید توام با موفقیت، تندرستی و شادکامی باشه. نوروزتان پیروز. شعله پیمان، متخصص در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، منیجمنت و اجاره دادن و اجاره کردن املاک، سالی سرشار از تندرستی و موفقیت را برای شما آرزو دارد. دفاتر در لس آنجلس و ساکرامنتو. 310-948-5554. 916-224-7720. نوروزتون پیروز. من شعله پیمان هستم، مشاور شما عزیزان در پیمانز ریلتی اینوستمنت. از طرف خودم و همکارانم نوروز را به شما تبریک میگم و مطمئن هستیم ما با روحیه خدمتی که ما داریم در مشاوره با شما، شما همیشه راضی خواهید. نوروزتون پیروز و جانتان شاد. Yeah.
قلب لرزوند و چشم گریون توی غربت میمونه، قصه یه ترخ جدایی رو دیگه دل میدونه. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. نوروز سال 94 بر همه شما در هر سوی جهان که هستید فرخنده و خجسته باد. آرزوی همیشه نوروزمون را فراموش نکنیم. آزادی برای مردم ایران و صلح برای مردم جهان. گاهی دوستان به من میگویند که نان شب از آزادی پیشتر است. میگویم آزادی داشته باشیم، نان شب را به گونه‌ای با کم و زیادش بر روی کنار میاییم. کجاست آزادی که نداشتنش زندان است و قل و زنجیر. اجازه بدهید برنامه را با
سخنی از خانم نسرین ستوده آغاز کنم که نوروز خود را، سال خود را در برابر دادگستری در اعتراض آغاز می کند. تحسن او ادامه دارد. نوروز او در کنار همسرش در برابر دادگستری با یک پیام این روزها آغاز می شود. خانم ستوده که شنیدند و آگاه شدند که در برون مرز در سراسر جهان ایرانیانی که طرفدار آزادی و خواهان آزادی و دموکراسی هستند و به حق کار، حق دیگراندیشان ارج می‌گذارند، از تحسن ایشون حمایت می‌کنند و در سراسر جهان گرد هم میان، به ویژه امروز یک شنبه، یک پیام دادن از ایران. من همه پیام رو ممکن است نخونم برای اینکه طولانی است، ولی به اشاره می‌کنم. ایشون میگن درودهای بی پایان مرا از ایران پذیرا باشید. آگاه شدم تعدادی از هموطنان در سراسر دنیا کارزاری را در حمایت از تحسن حق کار، حق دیگراندیشان ترتیب دادند. ضمن سپاس از تک تک افرادی که برای این کارزار تلاش میکند، مراتب زیر را به اطلاع میرسانم. تحسن حق کار، حق دیگراندیشان در پاسخ به محرومیت منتقدان از حق کار می باشد. از اونجا که وکلا باید بتوانند بدون ترس و تهدید به انجام وظایف حرفه‌ایشان بپردازند و اقداماتی از قبیل بازداشت و تعلیق پروانه مانع از انجام وظایف حرفه‌ایشان می شود، بنابراین در اعتراض به مداخله مکرر و مستمر نهادهای امنیتی در انجام وظایف وکالتی هم و همچنین انجام وظایف کانون وکلای دادگستری که باید نهادی مستقل باشد، دست به تحسن در مقابل کانون وکلا زدم. سپس ادامه میدن که این حقی که ایشون میخواد حق خودشون فقط برای کار نیست، حقی است که برای همه مردم میخوان، حقی است که برای همه دیگراندیشان میخوان. چون به زندان میروند، این دیگراندیشان نیاز به وکیل دارن و چون وکیلشان اگر دیگراندیش باشد خود از پروانه کار محروم است، خود به خود حق کار، حق دیگراندیشان به هم پیوند خورده است و باید با یکدیگر به اون اندیشید. درود مرا و یارانمان به نسرین ستوده و یارانشان در برابر کاخ دادگستری. خب اجازه بدین برنامه رو پیش از اینکه مهمانها رو معرفی بکنم، یک کلیپ چند دقیقه‌ای، چون به زندانیان سیاسی اشاره کردم، یک کلیپ چند دقیقه‌ای رو در یاد این دوستان که در زندان هستن، به جای اینکه در کنار سفره هفت سین خانواده باشن، با هم نگاه کنیم و با مهمانان وارد برنامه میشویم. موی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سفید برگ های سبز بید عطر نرگس رقص باران نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار
جهان چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها خوش به حال گنچه های نیمه باز خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال جام لبریز از شراب خوش به حال آفتاب خب بینندگان گرامی می توانیم این موسیقی زیبای صدای آقای محمد رضا شجریان استاد موسیقی و شعر زیبای فریدون موشیری را ادامه بدهیم و ادامه بدهیم. شعر بلند بالایی است، فقط خواستیم یک چاشنی کوچک، یک نشان کوچک از بهار و نوروز برای کسانی که این روزها یا دربندن یا از حق کار محرومن. محرومیت از حق کار مثل محرومیت از زندگی است. کار یک هنرمند، کار یک نویسنده تمامی زندگی اوست. زندگی بدون کار خلاق و آفرینندگی معنایی ندارد. شاید شما هم با من هم بیان باشید که زندگی فرهنگی ما را فردوسی بزرگ در شاهنامه‌اش زنده نگه داشت تا امروز. نوروز هست، تاریخ به پیش رفته، پادشاهان و شاهان آمدند و رفتند، این نوروز است که چون شرابی کهنه هر سال در جامی نو تازه و تازه تر می شود. بگذارید دو مهمان عزیز، دو دوست رو به شما معرفی کنم که اونها بیشتر از من و بهتر از من می توانند نوروزانه و با شاهنامه سخن بگویند. خانم گردآفرید و آقای شان فاضلی، نوروزتون خجسته و سال نو بر همه شما فرخنده باد. سپاسگزار. عید شما مبارک. عید شما مبارک آقای فاضلی و درود دارم به بینندگان عزیز برنامه‌تون. نوروزتون پیروز باشه، هر روزتون نوروز باشه و امیدوارم که این قدم‌هایی رو که برمی‌دارید هرچند که کوتاه هست ولی پیوسته هست و زیبایی کار قدم در پیوسته بودنشه، در کوتاه بودنش نیست. خانم گردآفرید، برای اینکه زمان را از دست ندیم، ما رو با یک شعر همراه کنید، با یک شعر زیبا. شما از فردوسی و شاهنامه یاد کردید، چه کسی بهتر از فردوسی و کتاب ارجمند شاهنامه که مکرر درباره نوروز و ارجمندی نوروز صحبت کرده در شاهنامه و به ویژه که در ابتدا اون رو منسوب میدونه در اسطوره ها به جمشید، زمانی که حالا خوبه که یه مختصری توضیحش رو بگم که جمشید که کسی است که تمدن و شهرنشینی رو برای مردمان به ارغنغان میاره، شهرهای آباد میسازه، بناهای آباد، پزشکی و درمان دردمندان رو باب میکنه، بویهای خوش رو شما کار رایحه درمانی میکنید، می آشنایی دارید اینطور که خبر دارم، میدونید که یعنی چی، یعنی بوها رو، رایحه ها رو، اینها رو کشف میکنه و به مردمان معرفی میکنه و همینطور کشتی ها میسازه و در دریاها روان میکنن، سرزمین ها رو پیدا میکنن و کشف میکنن و آبادانی برای مردم، راحتی و آرامش. و وقتی به اونجایی میرسه که دیگه متوجه میشه این جویها و آبهای روان هست، آب هست، آبادانی هست، مردمان دیگر غم ندارند، روز اول فروردین به تخت میشینه و اون روز رو روز نو نامگذاری میکنه یا نوروز. سر سال نو هرمز فروردین بر آسوده از رنج تن، دل زکین به نوروز نو شاه گیتی فروز، بران تخت بنشست فیروز روز، که امروز جشنیست روزی نو است، زمین سر به سر لاله و سنبل است، بزرگان به شادی بیا راستند، می و رود و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. نوروز
به روایت اسطوره یادگار جمشید جم هست که بعد در روایت های مختلف بعد از اون شاهان دیگه همچنان اون را ارج میگذارن و بارعام میدن در این روز و به مردم هدایا میدادن، کما اینکه یکی از اهدافشون این بوده زمان اینکه به تخت می نشستن این که جشن مهرگان سده و نوروز رو پیش از پیش پاس بدارن و برگزار بکنن. سپاسگزارم. چون به نوروز اشاره کردم، من بیشتر این بحث اسطوره برام اهمیت، اسطوره چون تاریخ دیگه نداره، هر بار که پژوهش‌های بیشتری میاد نوروز رو نه 10 سال نه 100 سال میبره به دوردست‌تر. به این ترتیب دیرینگی نوروز هر بار که در این سالهای زندگی من که دیگه بسیار ازش گذشته نگاه میکنم، نوروز رو دیرینه تر کهنسال تر میبینم و به این ترتیب ریشه دارتر میبینم. آقای فاضلی، شما که این روی این اسطوره ها زیاد کار میکنید و بحث اسطوره، من میخوام یه خط فاصله اینجا بکشم. این نوروز چه ویژگی داره که در کنار کسانی که اون رو ارج گذاشتن در طول زمان و درازای زمان یک رقیب هم داشته؟ استبداد زمانه همیشه رقیب نوروز بوده، مردم با نوروز زنده شدن، با تمام مشکلاتشون نوروز رو پاس داشتن و مقتدران مستبدان زمانه نوروز رو خواستن در پشت درها زندانی کنن. اجازه بدید من نوروز رو به شما تبریک گفتم، من به دوربین نگاه بکنم و به همه شنوندگان دیده و نادیده، بینندگان دیده و نادیده که صدای ما رو به هر صورت و تصویر ما رو به هر صورتی میبینن و میشنون، این نوروز رو به پایداری هر روز شاد باش بگم. مطلبی که شما اشاره فرمودید هم میشه انقدر بازش کرد که ساعتها راجبش صحبت کرد و هم میشه بستش در یه جمله، و اگه اجازه بدید من میبندمش در یه جمله. میگه نوروز بود که تاریخ نبود، یعنی قدمت نوروز رو انقدر میبره عقب، انقدر میبره عقب که بر میگرده به دوره اسطوره. و اگر شما بخواید باز بکنید رابطه حماسه با اسطوره رو، رابطه حماسه با تاریخ رو، چون مجموعه داستانهای فردوسی که امشب راجبش داریم، امروز داره راجبش داریم صحبت میکنیم، بیشتر بر اساس حماسه میگرده. من اگه فرصتی بود که متاسفانه نیست، تعریفی از حماسه خدمتتون میدادم، از اسطوره خدمتتون میدادم، از تاریخ خدمتتون میدادم و ربط بین حماسه و روایت‌های عامیانه مثل سمک عیار. و اصولاً چرا در تاریخ ما دو رقم نوروز و شاهنامه داریم؟ ما دو رقم نوروز شاهنامه رو اگه شما نگاه بکنید همه بیان پهلوانی ارتشدارانه، راجب مردم کوچه و بازار صحبتی نمیکنه، مگه اینکه بره رو روایات چی؟ رو روایات عامیانه، سمک عیار و بقیه این داستانا که فرصت نیست. من اگه اجازه بدید چون کپسوله میخوام بکنم، ولی سوال دومتون که چرا مستبدین در طول تاریخ همیشه با نوروز مشکل داشتن، علتش اینه که شما در سراسر جهان نوروز تنها جشنیه که مجبوری در یک لحظه بگیرید. شما ژانویه رو در استرالیا یه زمان میگیرید، در لندن یه زمان میگیرید، در امریکا هم یه زمان، در ایران هم یه زمان، ولی نوروز رو مجبورید که اگر در ایران باشید، در امریکا باشید، در استرالیا باشید، در یک لحظه. چرا؟ برای اینکه میاد رابطه داره با طبیعت، رابطه داره با جهان هستی، تغییر فصله. ما سه رابطه داریم، یک نوروزه، یک طبیعته و یک نماد فرهنگی هویتی نوروزه. این نماد فرهنگی هویتی نوروز همونجاست که شما اشاره فرمودید. چرا؟ برای اینکه وقتی اعراب به ایران حمله کردن، اولین مشکلی که پیدا کردن با نوروز بود. با نوروز چیکار کنن؟ علت این که میبینید در افغانستان، در ایران، از امام جمعه تا امام شنبه تا امام شیش شنبه همه با نوروز لجن، همه با چهارشنبه سوری بدن، همه با 13 در بدن، برای اینکه اینا یه پیونده. و اولین کاری که میکنن اینا رو میندازن تو آتش پرستی.
یعنی ربط اصلی رو فراموش میکنن. چرا ربط اصلی رو فراموش میکنن؟ برای اینکه نوروز سمبل ایستادگیه. نوروز بعد اگر پذیرش هم کرده، پذیرش در قالب خودش کرده. نوروز اگر آمده خودی بوده، یک عباسیان شما یادتون میاد، دوره عباسیان برمکی همه کارای عباسیان بود. چرا؟ برمکی زرتشتی بود، اما تمام تخت و تاج عباسیان در اختیارش بود. برای اینکه آمد نگاه کرد، دید جلوی نه اگه وایسته از بین میره، آمد از تو خودشون رو از بین برد. میبخشید من یه خود طولانی گفتم، ولی واقعیت مسئله اینه که نوروز رو فقط به عنوان یه جشن بهش نگاه نکنید. من پیش از اینکه از خانم گردآفرید پرسش کنم، فقط یک مسئله رو بگم. یکی از زیبایی‌های نوروز این است، گرچه بسیاری کوشش کرده، اینم به سبب همین بحثا و درگیری‌هایی که وجود داره بین ادیان، نوروز رو به یک دین ویژه بکنن، نوروز یکی از ویژگی‌هاش این است که هیچ دین و آیین رو در درون خودش نمی‌پذیره. این دین و آیین هستن که باید به نوروز خودشونو سنجاق بکنن، آویزان بشن. یعنی نوروز در اصل یک آیین است ولی دین نیست. هیچ دینی رو هم نمیتونه به دیرینگی خود نوروز پیدا کرد که در درون نوروز. شما ببینید، من چون میترسم این حرف یادم بره، نوروز اصلا آیینم نیست. نوروز چون با طبیعت پیوند خورد، میبخشید من این جمله رو باید راجبش بشه، چون با طبیعت پیوند خورده، ازلیتش به طبیعت میره. یعنی تا زمانی که طبیعت هست، نوروز هم هست. برای اینکه نوروز و طبیعت، من به خاطر اینکه میدونید عشق به طبیعت دارم، نوروز و طبیعت به هم چسبیدن. خب حالا ولی من میخوام اینجا یه پرانتز باز کنم، بعدا بحث میکنیم. منم چون به زبان فارسی خیلی علاقه دارم، من هر وقت از آیین صحبت میکنم، یعنی شیوه زندگیمون از دیرباز تا به امروز، هر چیزی یک آیینه. به این ترتیب نوروز بزرگترین جشن ایرانی است که در درون خودش آیینمنده، بدون آیینمندی دینی و مذهبی. حالا اگر دوستان خیلی نخوان ایراد بگیرن، من میگم که نوروز سکولارترین جشن تاریخ جهانه. برویم سراغ خانم گردآفرید. ایشون اسمش گردآفریده. من دلم میخواد که از ویژگی گردآفرید در شاهنامه برای ما بگه. ببینید مختصر این که در شاهنامه مشخصا به قول استاد دبیر سیاقی قریب 32 تا زن با ویژگی ها و اسامی مشخص حضور دارن که شخصیت محوری هستن و تاثیرگذار و صاحب نفوذ، و هر کدوم یک ماجرایی رو یا ماجراهایی رو رقم میزنن. کسانی که در ماجرای عاشقانه هستن یا در مادر بودنشون و یا همسر بودنشون، و کسانی که در پهلوان بودنشون و یا خردمند بودنشون، از جمله گردآفرید. حالا زن دیگری هست خیلی جالب، اون هم گردیا، خواهر خسرو پرویز، که اون هم بیشتر یک نقش پهلوانی و خردمندانه داره. گردآفرید پهلوان دخت شاهنامه از مرزدار ایرانه، که حالا شهرتش به این دلیل هست در شرایطی که هیچ مردی در این دژ، در این مرز ایران، برای که تورانی ها حمله کردن به سپهسالاری سهراب، سردار تورانی، حتی غافل از اینکه نمیدونن یکی رگ ایرانی هم داره از پدر که رستم باشه، حالا داستان دیگری است، هیچ کس جرئت نمیکنه بره با اون نبرد بکنه، چون بزرگ پهلوان اون دژ رو اسیر کرده، و فقط این دختر هست که رگ غیرتش به جوش میاد و لباس جنگ، در واقع کلاهخود و زره و اینها به تن میکنه و میره به نبرد سهراب، و همینطور شهرتش به این هست که وارد این میدان میشه و مصلحت و اون جایی که مهر سهراب بر او در واقع مهر میورزه، عاشقش میشه، حتی ممکنه گردآفرید هم مهری بر این سردار جوان و زیبا داشته باشه، اما خردش بر مهرش، بر دلش غالبه و مصلحت اندیشی و دفاع از میهن، و این هستش که در نهایت به این غمزه مو و غمزه و تار مو متوسل میشه و از چنگ سهراب فرار میکنه. ویژگیش این هست که پهلوان دخته و خردمند. خب حالا خردمند رو اشتراکه، من از خردمند بهره میگیرم، وام میگیرم، میرم با از آقای شان فاضلی. در این شخصیت هایی که در شاهنامه هست و ما به بهانه نوروز به اونها داریم میپردازیم، چون ایشون به خرد اشاره کردن،
نقش خرد چقدر در بین این پهلوانان اسطوره‌ای و افراد اسطوره‌ای معنا پیدا میکنه، یعنی چقدر این داستان خرد و خردورزی، و حالا ما این روزا میگیم خرد جمعی، خرد همگانی، که دیگه خرد فقط یک فرد یا یک انسانی که در یک گوشه نشسته یا یک حکمران است یا یک پهلوان است نیست، خرد همگانی است و همگانی است. چقدر این خرد نقش در شاهنامه و نوروز داره. 1100 سال پیش فردوسی اولین کلامش رو که با شما صحبت میکنه، در منزلتونه که میزنه چی میگه؟ میگه به نام خداوند جان و خرد. نه به نام طبیعت اشاره میکنه، نه به نام خداوند ادیان اشاره میکنه. 1100 ساله. ببینید، ما یه تاریخ، اول برنامه خدمت رو گفتم، ما یه تاریخ داریم، یه اسطوره داریم. اسطوره خدایان از آسمان میان زمین یا از زمین میرن به آسمان، فرقی نمیکنه. تاریخ نوشته است، اینجا هستش، فردوسی بوده. خیلی از اساطیر در بعضی حتی از ادیان وجودشون قابل شکه، وجودشون در خیلی از اساطیر فرهنگ های دیگه قابل شکه. تاریخ رو میدونیم فردوسی بوده. باز که میکنه کلیدی که مندزه میخواد بیاد وارد منزل شما بشه، میگه به نام خداوند جان و خرد. این دوتا رو وقتی میخواد به هم وصل کنه، یعنی شما اگر احیانا با این کلمه خرد آشنایی دارین، میتونین قدم بعدی رو، صفحه بعدی رو باز بکنین، چون باید اون کتاب خرد باهاتون باشه. اما اگر با خرافات، با خرفتی و با کمال معذرت با خریت هماهنگی و همکاری و همراهی دارین، این کتاب فردوسی دیگه کمکی بهتون نمیکنه. بعد اون وقت میشه آتش پرست، بعد اون وقت میشه یه سری قصه های متفرقه رو تو هم، که درستم هست. بسیاری از اون کتاب هایی رو که شما میبینید که حتی به فردوسی نسبت میدن شاید مال خودش نباشه، اما در یک حقیقت مسلمی ما نمیتونیم خروج ازش داشته باشیم. اون چیه؟ اینه که این مرد نشسته 30,000 تا، 50,000 تا، 60,000 تا، 40,000 تا یک کتابی رو به نظم کشیده که خودش میگه بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. معنیش اینه که کلمات بنده و جنابالی هم چه بر علیهش بگیم چه در دفاعش بگیم فرقی نمیکنه. اولین جشنی هست، جشن نوروز، که در سازمان ملل، در کاخ سفید، در افغانستان، در بلخ، در تاجیکستان و در سراسر کره زمین در یک لحظه و در یک زمان با شکل‌های مختلف این رو چه میکنن؟ این پیوند جهانیه، این همون کلکتیو، اگه بتونم یه کلمه استفاده بکنم، خرد جمعی. این خرد جمعیه، اون کلمه خردو که اشاره کردید. اگر من یه روزی در ایران وزیر آموزش پرورش بودم، که نیستم، که نخواهم بود، کتاب شاهنامه رو، گلستان و بوستان رو میذاشتم جزو کتابای رسمی و درسی و بعد به شما میگفتم که جامعه بعد از یه نسل به کجا خواهد رفت. سپاسگزار. پیش از اینکه برویم به سوی خانم گردآفرید، چون به یک نکته اشاره کردید، دیروز داشتم در این چند روز میاندیشیدم که همونطور که شما، بسیاری از در جهان نزدیک 200 کشور هست. کاملا. از این 200 کشور نزدیک، اگه بخوایم تقسیم بندی ملیتی بکنیم یا قوم و اقوام این چیزا بکنیم، تقریبا 160 میتونه شکل‌های مختلف قوم و ملیت رو در داشته باشه، تا هر کدومشون 10 تا 15 تا ملیت و قوم در درون خودشون است. ولی چگونه است که ما سرافرازیم سازمان ملل به یک سو؟ مسئله این نیست که رئیس جمهور آمریکا این رو به ما شاد باش میگه، مسئله این است که جهان، حتی جهان سیاست، به این معنا و این مفهوم رسیده که یک جشنی هست به اسم جشن نوروز که ایرانیان آغاز کردن، امروز گسترده است، در کشورهایی است که نام دیگری دارن، تاجیکستان است، ازبکستان است، افغانستان است، آذربایجان است، نامهای دیگری دارن، ولی یک حس وجود داره، حس فرهنگ ایرانی که سرچشمش در یک سرزمین بوده و اون فرهنگ نوروز و فرهنگ ایرانی است. من به این نگاه میکنم که اینجاست که اینها میگن که این روز روز میراث
فرهنگی است. این روز سازمان ملل میاد در میذاره، کنگره آمریکا در تقویمش میذاره، رئیس جمهور آمریکا میاد با خواندن شعر حافظ نوروز رو شاد باش میگه. من با بقیه مسائلش کاری ندارم. شما میتونید مخالف رئیس جمهور آمریکا باشین، میتونید طرفدارش باشین، میتونید آقای بانکیمون رو بپذیرید نپذیرید، ولی یک معاصل وجود داره. نوروز رو زیباتر از کسانی که در امروز در قدرت هستن در ایران به ما شاد باش گفتن. شاد باش بانکیمون و آقای اوباما زیباتر از شاد باشی است که قدرتمداران در ایران به مردم 82 میلیونیشون گفتن. من یه جمله خدمتتون، ولی نوبت ایشون هم نوبت نگردش بخورن. ببینید، نبض انسان رو اگه شما الان نبض رو بگیرین، نبض رو با ثانیه میگن 60 ثانیه 70 ثانیه این ما ناراحتی، یا تب داری یا ضعف داری یا حالت خوبه. نبض تاریخ رو با قرن اندازه میگیرن. شما نمیتونید در 20 سال 30 سال 40 سال تیموریان رو ببینید. من اول برنامه خدمتتون گفتم ایستادگی، پذیرش، تعامل، خودی بودن و همکاری و داد و ستد. در تمام این موارد نوروز میایسته و ایران زمین میمونه، صرف نظر از اون که چند نفر میان اونجا یا اشغالش میکنن یا مهمانش میشن. خب بذاری من دوباره یه نیم بیت از شاهنامه. خرد چشم جان است چون بنگری، چون نیک بنگری. واقعا خرد چشم جانه. شما ما رو با شاهنامه و یک شعر دیگر هم را خرد رو بذارید. این تعریفی که حالا گاهی به خصوص جوانترها میپرسن یعنی چه، شاید ساده ترین تعریف این هستش که قدرت تشخیص هست، تشخیص بین خوبی و بدی، کجی و راستی، تاریکی و روشنایی. و گفتن سرآغاز شاهنامه با خرد هست و جالب هست که هر پادشاهی که کلید مملکت رو به دست میگیره در شاهنامه، خطبه‌ای که میگه در آغاز کارش حتما از خرد یاد میکنه و قسم یاد میکنه که خرد رو سرلوحه کار خودش قرار بده. همون به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و خرد رهنما هست و خرد چه هست و اینها بسیار زیاده. و چه بسا چه بسیار که چقدر رستم جهان پهلوان، پهلوانان جوان رو مثل سیاوش چگونه راهنمایی میکنه که آموزگارش هست و دیگران رو. اینه که در جای جای شاهنامه شما فصلی نیست که تأکید نشه بر خرد و دوری از خرافات. یه قصه خیلی جالبی هست، وقت شاید نباشه، ولی مسئله مبارزه با خرافات رو شما مطرح کردید، بسیار مهمه. ما اصلا بحثمون این است، خیلی خوبه. همه حرف کلام ما بفرمایید. خرافات در داستان، حالا در بعضی قسمت‌ها شاید داستان‌هایی رو ما برخورد بکنیم، ولی مشخصا بحث خرد و مبارزه با خرافات اونجایی هست که داستان کرم هفت باد. بله، که داستان خیلی مفصل. کرمی هست، حالا اون رو دخترکی در یک سیبی رویا پیدا میکنه، خوشش میاد، پرورشش میده، این کم کم به مرور تبدیل به اژدهایی میشه، این کرم بزرگ میشه و خانواده این دختر این رو ازش محافظت میکنن چون حالت زیارتگاه پیدا میکنه این کرم، و در واقع حالا دیگه اژدها شده. بنابراین قلعه‌ای میسازن، برج و باروی، و مردم اون منطقه دیگه صاحب قدرتی میشن و از اقصا نقاط مملکت می آمدن برای زیارت این کرم، و برای اون حتی زیارتگاهی تأسیس میکنن، بارگاهی تأسیس میکنن، که در نهایت داستان سرانجام خیلی جالبی داره که به چه ترفندی پادشاه زمان میاد به جنگ که این کرم رو از بین ببره. و به نظر میرسه یکی از پیغام‌های این داستان، برای که اینقدر اونها قوی شده بودن که دیگه با ارتش و سپاه و لشکرکشی نمیتونستن وارد اون بارگاه بشن، اون قلعه بشن و این خرافات رو و این اژدها رو از بین ببرن، با فکر و خرد راهی رو پیدا میکنن و در نهایت اون اژدها از بین میره. سرانجام این قصه پیامش با همه آنچه که داره، بعضی میگن حالا بیچاره اون جانور رو چرا کشت، ولی من فکر میکنم این داستان کرم هفت باد بارزترین و روشنترین مثال هست برای مبارزه با بیخردی و خرافات.
آقای گوهرزاد از این جمله ایشون یه استفاده بکنین. نوبت شماست. شنوندگان اصلا نوبت شماست. ببینین من تو این دوربین نگاه میکنم. من به این دوربین نگاه میکنم. این داستان کرم هفت‌باد رو هر کسی یک بار بخونه، به خصوص به نسل جوان توصیه میکنم، برای اینکه این مجموعه خرافاتی که ایشون بهش اشاره کرد پایه این کار. من چون دو سال و نیم راجع به این کرم هفت‌باد برنامه داشتم، اصلا مرتب راجع به این میگفتم و این تفاوت نبزگیره بین خرافات و خرد هست. یه کار دیگه هم شما بکن، شاهنامه رو بدین دست یه نفر، اگر رنگش پرید بدون این خرافاتیه، اگه علاقمند شد این اصلا نبزگیره. شاهنامه، فردوسی، کلام فردوسی پایه‌گذار فرامرزیه. اصلا شما به ایران زمین تنها هم نگاه نکنید، کلماتی که گفته رستم در حقیقت اون ایندیرای هندیه. شما اصلا به اون نگاه نکنید. کسانی که میخوان به منفی نگاه بکنن میرن از این توه اینا رو در میارن. به این نگاه بکنید که وقتی فریدون میخواست ضحاک رو بیرون بکنه، فرانک بود که به عنوان یک بانو، به عنوان من چرا گرد آفرید رو دوستش دارم، چرا بهش احترام میذارم، تمام ایران زمین رو توی اون شرایطی که بسیار مشکله و همه میدونن چقدر مشکله، رفته توی قهوه خانه ها پای صحبت مرشدها نشسته، از اینا یاد گرفته. این ارزش داره. چرا نسرین ستوده الان یه گردآفریده؟ نسرین ستوده الان در ایران یه گردآفریده، نشسته اونجا بساطش اونجا پنگه، میگه من چه کردم که نمیتونم وکالت کنم، از مردم دفاع کنم، حرف دیگه ای نمیزنه. نرگس مهم، من اسم نمیخوام بیارم چون من کسی رو نمیخوام بزرگ بکنم، ولی در شاهنامه که بعضیا میگن زن ستیز فردوسی، در شاهنامه شما نگاه بکنید رودابه فاضله، رستم با تمام اون صلابتش هر وقت مشکل داره سراغ دو نفر میره، مادرش و سیمرغ. تهمینه عاشقه، نمونه زنه، زن باید عاشق باشه، زن باید رها باشه، زن باید بتونه خودش رو پیام بده، هم با صورتش هم با بدنش، نه اینکه جلوگی بی مورد بکنه. اما اصلا جزء زن، وقتی که ایشون صحبت گردآفرید رو میکنه، وقتی به سهراب میرسه، این موشو که از زیر این کلا خودش میاره بیرون، فردوسی به زیبایی اشاره میکنه، این مو افشان میشه زیر نور خورشید، چشم سهراب رو میزنه. سوسن رامشگرم داریم، سوداورم داریم، اما رودابه داریم، تهمینه داریم، منیژه داریم. منیژه عاشقه، از پدرش دور میشه که بره بیژن رو، این عشقه. شما زندگی رو، عشق از زندگی بگیر، چی میمونه؟ چهار تا کلام، خرافات. میبخشم من وقت شما رو، من میخوام برگردم شما عشق نگید، شما میخوام خرافاتو ببندیم پروندهش رو، پرونده چون در وقت واقع نه، چون چند دقیقه بیشتر واقع ندارم. ببینید من میخوام از این فرصت استفاده کنم. در شرایطی که در ایران جمهوری اسلامی این شیوه حکومت داریش و این فشار و اینها رو در 36 ساله و شکل‌های متفاوتی از مسائل ساخت و پرداخته درون حکومتیش رو به خورد مردم داده، از بخت بد، واقعا از بخت بد، من میبینم که جوانان ما در ایران بخششون رفتن به مسائلی علاقمند شدن و نام اون رو گذاشتن عرفان، که عرفان نیست، خرافه است. من موی تنم اصلا تمام اندامم به لرزه در میاد وقتی میخونم که اینها نشستن در ایران و در خارج از کشور، نمیخوام اسم ببرم، با هم دیگه میشن تمرکز میکنن اتاقهای کاخ سفید و کنگره آمریکا رو ابلیس زدایی بکنن. آخه شما نگاه بکنید، ما در قرن 21 هستیم، این خرافه که امروز میشود در آمریکا نشست، در استرالیا نشست، با یکدیگر فکر کنیم، کاخ سفید را در یک لحظه ابلیس زدایی بکنیم اتاقش رو، این بزرگترین خرافه است که در تاریخ و قرنها بر ما از بخت بد چیره شده. شما ما رو ببرید در این چند دقیقه باقی مانده به سوی عشق در شاهنامه، که نوروز خودش بزرگترین مبنا و زایش عشق است.
چند دقیقه وقت داریم آقای گوهرزاد؟ 3-4 دقیقه 5 دقیقه. عرض کنم که عشق در نهایت در اوج قدرت در شاهنامه، ایشون از عشق و زن یعنی قدرت در اینه که تو به وصال برسی و حتی به کامجویی برسی، تلاش بکنی برای اینکه به این عشق برسی، همونطور که زنانی تلاش میکنن یا پهلوانانی تلاش میکنن که به معشوق خود برسن، و این یعنی قدرت در برای رسیدن به معبود، به معشوق، به مشخصا معشوق زمینی و حتی کامجویی، و این ارزشه. ولی بعد که اینا چون داستانهای باستانی که فردوسی گزارش میکنه 1000 سال بعد از فردوسی و مشخصا از بعد از فردوسی، برای اینکه همین عرفانها، همین ماجراهایی که شما میگید و خرافاتها وارد شعر میشه، وارد ادبیات میشه، وارد قصه ها میشه، حالا دیگه وصال، رسیدن به معشوق، تلاش کردن برای رسیدن به عشق ارزش نیست. این غم، شوری، گریه، هجران، فلاکت، این ارزشه. مثل مجنون در فراق لیلی و شیرین و فرهاد تیشه‌زن و اینها که بعد چه سرانجام تراژدی دردناکی است. اینه که ارزش شاهنامه و عشقهای شاهنامه قدرتش در وصاله، تلاش بکنی که به عشقت برسی، ولی بعد از اون که همین عرفانها میاد به گمان. حالا من از یک سری عرفان مثل کسانی که مثل ابوسعید ابوالخیر بایزید بسطامی اینا رو من کاری ندارم، اون یک شاهنامه دیگری است، ولی بخشی از این مسئله رضا و تسلیم که به شدت وارد شعر و ادبیات شد و اینکه تن بدی به آنچه که بر تو وارده و تن بدی به اینکه در غم و دوری باشی، و این هست تا به امروز، و غم و شور و غم و گرفتاری و گریه در واقع ارزش میشه در عاشقی و عشق و شعرهای عاشقانه و داستانهای عاشقانه. این نکته بود که من در شاهنامه میخواستم بگم، و بعد داستانهای بعد از شاهنامه که دیگه مسیر عوض میشه در عشق و عاشقی. ولی خب به هر حال در زمان هست. در من امروز تمام کوشش این بود که به جای اینکه من همه برنامه‌ام سیاسی است و بحث سیاسی بکنم، با حس حضور شاهنامه و فردوسی که نگه دارنده دست کم دو مسئله در ایران بوده، زبان و موسیقی ما. موسیقی شاهنامه، آهنگ واژگان، ضرب آهنگ این کلامی که ایشون داره، فردوسی داره، هم موسیقی ما رو، نوای ما رو و رامشگری رو در خودش جان داده و هم واژگانی رو که می توانست تا به امروز به فراموشی سپرده شده باشه، شیواترین واژه‌ها واژه‌های زبان پارسی است. من یه 3 ثانیه وقت شما دارم. اصلا نوبت شماست، وقت شماست. ببینید، اولین کاری که توی افغانستان کردن مجسمه فردوسی رو کشیدن پایین. اولین کاری که تو میدان فردوسی کردن مجسمه، با کشیدن پایین آوردن مجسمه صورت مسئله پاک نمیشه. مشکل کسانی که خرافاتی و خرفتن اینه که فکر میکنن اگر احیانا شما یه پرده بکشی، پشت اون پرده دیگه خبری نیست. نوروز از زمان آغاز پیدایش بوده، چون با طبیعت پیوند، چون برنامه‌تون مال نوروزه. فردوسی و شاهنامه، گل و گیاه در شاهنامه جای ویژه‌ای داره، زنان در شاهنامه جای ویژه‌ای دارن، زن در شاهنامه جای ویژه‌ای داره، غیر زنان شاهنامه، اصلا نقش زن در شاهنامه. خود همون اشاره‌ای که فرمودید، خرد در شاهنامه، مجموعه پیام‌هایی که شما به شما میده، همیشه شما بدونید در زمان ایران مجبور بوده، این مسئله‌ای که ایشون اشاره کردن، ایران مجبور بوده در طول زمان مثل درخت یه مقدار تا بشه تا این باد سنگین رد بشه و از این درخت بیاد بالا. به خاطر همین هستش که زبان پارسی تنها زبانیه که بعد از حمله اعراب، چون اینا می آمدن مثل این داعشی ها پاک می کردن می رفتن، تنها زبانیه که سر جاش مونده و فرهنگ ایران زمین به خاطر اون مطلبی که خدمت شما گفتم، ایستادگی، پذیرش، تعامل، خودی کردن، یگانگی کردن برای اینکه به نتیجهشون برسن، یک نوع هم آمیزشی کرده که هم ضرراشو داره هم فوایدشو داره. من فقط یه جمله اجازه بدید بگم که نوروز میمانه، طبیعت میمانه، فردوسی هم میمانه. من میرم، شما هم میمانید، ولی بدونید که همیشه 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 این تاریکی طولانی نیست، اون روشنایی هم همیشه گی نیستش.
سپاسگزارم. شما هم یک جمله. ز باغ باغ بان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. چنین بایستگی جشنی، چنین شایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. نوروز بر همگی خجسته و مبارک، سال خوبی رو برای همگی آرزو می‌کنم. ما فرصت یه شعر از شاهنامه داریم یا نداریم؟ شما هم یک شعر بخونید سریع. دکوپاژ خیلی قشنگی میکنه همیشه وقتی که برنامه گردآفرید به زیبایی اجرا میکنه. در یه جنگی میخواد جنگ رو بگه، میگه ستون کرد چپ را و خم کرد راست، فغان از چم چرخ چاوچی بخواست. در جنگ پاشو میزنه زمین، میخواد این تیر و کمانه بکشه، این چرخ چاوچی که صدا میکنه. چو پیکانش بوسید انگشت او، بخواد بکشه تیر و کمان رو، گذر کرد از مهرهای پشت او. به این سرعت، به این حرکت، تیر و کشید، کمان و کشید، قضا گفت گیرو. قضا و قدره دیگه. قضا گفت گیرو، قدر گفت ده، گفت بگیر جونتون بده. ملک گفت احسنت، ملک گفت زه. شما همینه برید نگاه بکنید، یک کتاب دو ساعته است و میتونید در بیارید. تمام اشعار شاهنامه پیامه، پیام سماسه است، پیام معرفت، پیام خرده. از شما سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای فاضلی. سپاسگزارم از شما. سپاس دارم از شما. بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم، گرچه دلمون میخواست که میتوانستیم بیشتر و بیشتر صحبت کنیم، گفتگو کنیم. این واژگان پارسی هنگامی که از زبان فردوسی، شعر فردوسی و دیگر شاعران، ولی به ویژه فردوسی، در ارزشمندی فرهنگ و والایی این سرچشمه جوشان خرد در دیرینه تاریخ به زبان میاد، یک راه بیشتر نداریم ما. یعنی ما راه دوم نداریم. راه دوم به کج راه رفتنه. یک راه داریم، به بالندگی دیرینگی این فرهنگ، به ویژه شایستگی که زبان ما و آنانی که آن را پاس داشتند در گذر زمان، در این درازای تاریخ که بیشمار بودند، امروزمان را در نگاه به آزادی، درخواست آزادی، پشتیبانی از آزادی، پشتیبانی از حق دیگر اندیشیدن، حق دیگر اندیشیدن، حق کار برای دیگر اندیشان. درودی دارم بار دیگر بر خانم ستوده و یارانشون، برای همه مردم ایران آزادی و بهروزی، برای مردم جهان صلح آرزو می کنم که این دو به هم پیوند دارن. روز و روزگارتون خوش و سپاس از بهروز مشکین یار، کارگردان فنی برنامه، که ما را یاری کردند و همراهی. بدرود. تا درودی دیگر. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است.
کوچکترین ماهواره بدون گیش در جهان، روکو 3، شامل سرویس های تیوی باکس، نتفلیکس، امازون، انگری برد و فیسبوک. قابلیت دریافت صدا به صورت بی سیم از طریق ریموت کنترل و کنترل دستگاه از طریق سمارت فون. مجهز به LAN، وای فای، HDMI، SD و USB پورت. شامل کانال های ماهواره ایرانی، ارمنی، روسی، افغانی، انگلیسی، ترکی، عربی، هندی، کردی، آسوری و رادیو ایرانی با بالاترین کیفیت. اشتراک سالانه فقط 99 دلار. همکنون در فروشگاه تارگت، والمارت، رادیو شاک، کاسکو، بست بای، فرایز، سامز و کیمارت. شرکت کتاب برگزار می کند. بزرگترین دید و بازدید نوروزی ایرانیان همراه با هنرمندان موسیقی و آواز، عمو نوروز، حاجی فیروز، ورودی رایگان، پخش مستقیم مراسم برای سراسر جهان از تلویزیون اندیشه، یکشنبه 29 مارچ 2015 ده صبح تا 6 بعد از ظهر. مکان سیویک سنتر در سانتا مونیکا بولوارد در شهر لس آنجلس، دو بلاک فاصله از تقاطع سانتا مونیکا بولوارد و آزادراه 405. تلفن اطلاعات 08 818 9 08 08 08. شما نیز برای پیشرفت ناگزیرید همگام با دنیای امروز و شرایط کنونی شوید. چنانچه علاقمند به کسب درآمدی روزافزون با ساعات کاری انعطاف‌پذیر، بدون اوورهد، بدون نیاز به مشتری و کارمند هستید، با شرکت در کلاس‌های آموزشی bullseyetraders.com بر روی آنلاین و یادگیری خرید فروش شاخص‌ها در بازار سهام و با استفاده از سیستم‌های بولزای چون سیستم خودکار، پنجره جدیدی از موفقیت را به روی خود باز کنید. من فرامرز بهتشار، فرارستن سال نو رو به شما تبریک میگم و شما دعوت میکنم چنانچه علاقمند به داشتن درآمد روزافزون با کلاس‌های آنلاین بولزای تریدرز هستید، برای یادگیری خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام با ما همراه شد. bullseyetraders.com در خرید و فروش شاخص‌ها در طی شب با سود متوسط